سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی دموکراسی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه که نسخه از آن به شیعه ویز رسیده آمده است، جامعه بین الملل روز جهانی دموکراسی را با این هدف گرامی می دارند تا جریانهای بین المللی و فعالان اجتماعی مفهوم دموکراسی را در جهان امروز نهادینه کنند و با در خدمت گرفتن فناوری روز آن را به خصوص در کشورهای در حال توسعه گسترش دهند. در ادامه بیانیه آمده است، از دیرباز تا امروز برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه از پدیده استبداد و حاکمیت فرد و دیکتاتوری در رنج و عذاب بودند. از همان حکومت‌هایی که به زور سرنیزه و آتش اراده خود را عملی می‌کنند و در راه سرکوب و شکنجه معترضان و خواستاران آزادی از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. این بیانیه افزود، پس از آنکه سازمان ملل متحد از مسئولیت ویژه خود برای رصد و مبارزه با استبدادهای سلطه‌جویانه شانه خالی کرد و منافع و مصالح سیاسی اقتصادی را بر اصول و معیارهای انسانی و بشردوستانه مقدم دانست، روند دیکتاتوری به طوری خطرناک استمرار یافت. مسلمان آزاده ادامه داد، امروزه سازمانهای بین‌المللی شعارهای حمایت از دموکراسی‌های نوپا را سر می‌دهند، ولی با بیشتر کشورهای خودکامه و استبدادی همکار و همپیمان هستند که این حاکی از رفتار دوگانگی آنان با مسائل حقوق بشری و انسانی بسیاری از ملت هاست. این سازمان حقوق بشری افزود، ما از سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهیم که به وظایف خود در قبال کشورهایی که برای اصلاحات سیاسی اقتصادی به پا خواستند تلاش کنند و ملت‌های این کشورها را از زیر سلطه کشورهای مستبد و حاکمان سرکوبگر نجات دهند. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود آورده است، ما همچنین از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که با شفافسازی در عملکرد خود در این زمینه مصالح و منافع ملت‌های خواهان اصلاحات و آزادی را مد نظر قرار دهد و بر اهمیت نهادینه کردن نقش سازمان ملل متحد در حمایت‌های مادی و معنوی از سازمان‌های مردم نهاد که برای گسترش دموکراسی واقعی تلاش می‌کنند تأکید داریم.